به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم امیدوارم که جور و صحتمند باشید خب شاگردای عزیز و گرامی شما را به درس ریاضی یا مضمون ریاضی خوش آمدید میگم خب شاگردای عزیز و گرامی خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل سوم چی است نا... عنوان فصل سوم ما و شما هندسه تحلیلی درس چندم درس چهارم ما و شما میشه امروز درست است پس فصل سوم هندسه تحلیلی درس چهارم خب آلی اهدافی که ما و شما در, ا... در این درس چی میکنیم دنبال میکنیم یعنی اینا رو ما و شما باید بخونیم امروز درست است چی است یک دریافت معادله خط مستقیم خب حالت اول میل و یک نقطه و دو چی است دریافت معادله خط مستقیم دو نقطه نوشته کردیم معناش چی اگر یادتان باشه در درس قبل گفتیم که هر خط مستقیم چی دارد یک معادله دارد درست است در درس قبل ما و شما معادله رو گفتیم اگر با ما و شما به ما میتونیم خط گراف خط رسم کنیم درست است اگر یادتان باشه یک چارت یک جدول میکشیدیم به ایکس خود ما و شما دو نقطه دلخواه میدادیم و وایا دریافت میکردیم درست است و دو نقطه بشد دو نقطه را در سیستم کمیات وضعه یا دستگاه مختصات دکارتی میکشیدیم مختصات پیدا میکردیم و دو نقطه را به همدیگه وصل میکردیم و خط ما و شما دریافت میکردیم گرافش میکشیدیم درست است و برعکس گفتیم که اگر به ما و شما خط بیتا یا اطلاعات در مورد خط بده بگم معادله خط نوشته درست است که درس امروز ما دقیقا و چی بر ما میاد دو حالت گفتیم گفتیم دریافت معادل خط مستقیم میل و یک نقطه اگر با ما و شما میل خط و یک نقطه از خط با ما و شما بده بگه در معادل خط دریافت کو ما شما میتونیم دریافت کنیم بسیار آسان یا حالت دوم چی است دو نقطه رو بده میل نته به ما بگم مایل خود نداریم میل مایل داریم به ما شما نداده دیگه نه گفته این دو نقطه چی است نقاط روی خط هستن خب ما و شما اول میریم مایل دریافت میکنیم مایل یاد داریم فرمول داریم دیگه نه و بعد نظر و چی نظر دقیقا مثل چه حالت اول مایل داریم دو نقطه هم داریم مال هر کدوم از نقاط بگیریم فرقی نمیکنه میتونیم دریافت کنیم درست است خب قبلی که بریم سر تخته کار کنیم قرار بود که شما کارخانگی درسی رو به ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم 20964 پنج چهل سیزده درست است اگر کدام سوال و پیشنهاد و انتقادی هم دارید یا کدام مشکل در حل کارخانگی میتونید با ما شریک بسازید یا با ما در ارتباط شوید از طریق امین نمبری که به شما خواندم. خب شاگردای عزیز پس بریم سر تخته و ما درس خوده شروع کنم شاگردای عزیز و گرامی پس چی است اگر یادتون باشه در درس گذشته گفتیم که هر خط مستقیمی که ما و شما داشته باشیم یک تا چی دارد معادله دارد درست است و اگر ما و شما معادله به ما و شما بهتر بگه گراف خط رسم کو یادتون هست دیگه نه و گفتیم فرم استاندارد معادله خط به این شکل بود دیگه پس فرم استاندارد معادله خط وای مساوی است با MX سایست. گفتیم mx mx جمع بی که به ام چی میگفتیم؟ گفتیم میل گفتیم خط و به این بی چی میگفتیم؟ گفتیم نامش گرفتیم ارز از مبدع پس یا درس گذشته است نه؟ گفتیم به این بگیم فرم استاندارد معادله خط خط مستقیم دیگه نه؟ به این ای می گفتیم چی؟ میل و به این بی می گفتیم عرض است مبدع به عنوان مثال وای مثال است با دو ایکس منفی یک یک چی است؟ یک خط است. مادل یک خط است. از کجا فهمیدین؟ یا تا گفتیم گفته میره. گفتیم توان وای و توان ایکس اردوشی توانش یک باید باشد. که او چی میشه؟ میشه مادل خط مستقیم. درست است؟ خب شاگرد از دقت کنید. این خ... این خطه گفتیم ما شما میتونیم چی گرافش رسم کنیم بسیار آسان است چرا هم رسم میکردیم گفتیم یک تا جا... چارت میکشیدیم ده اینجا ایکس و اینجا چی وای میماندیم دو عدد دلخواه به ایکس دلخواست هر چی دلت شد دو عدد به ایکس خود ما میتیم و وایش دریافت میکنیم ما اون صفر یک دادیم دیگه نه حالا مثلا براش میتیم یک میدم و دو, دو میدم صحیح فقط نمیگه یک میدون دو میدون برش دلخواست دیگه خب بجای X یک قیمت گذاری کنیم بجای X یک باد. میشه دو زب در یک میشه دو منفی یک باز میشه یک است پس وای ما شما چند است یک است پس نویشتن میکنیم دقت کنید وای مساوی است با دو به جای یک هم ماندیم. بجای یک هم دوی در یک منفی یک اول ضرب است دو یک دو دو منفی یک میشه چند میشه یک پس وای مساوی است با یک پس جای یک نوشته و اگر دو پس وای زب در دو سیست به جای ایکس دو رو میمانی پس میشه دوی قوس باز میکنی به جایش دو رو میمانی منفی یک اول چی هست؟ ضرب است یا منفی اول ضرب است آفری دو دو چهار سیست چهار منفی یک سه بزرگتر که چهار بزرگتر است میشه سه مثبت درست است پس اینجا چند میشه سه میشه پس این یک و یک یک نقطه هم میشه اینی دو و هم دیگر نقطه میشه یار دو دریافت میکنیم با هم دیگه وصل میکنیم خط و شما میشه درست پس میشه خب دقت کن شاگرد عزیز و گرامی x1 y1 x1 y1 دقیقا در اینجا میشه یعنی نقطه میشه و دیگه چند x ما شما دو و ما شما سه x2 و y ای سه یعنی نقطه میشه یعنی هر دو رو با هم دیگه وصل میکنیم و ادامه میدیم میشه چی دقیقا اگر ما ایره دقیق تر به میشه به شک میشه سایس این خط ما شما میشه گراف تا نیستیم بکشیم پس اگر یادتون باشه درس گذشته بود دیگه نه معادله رو به ما شما به طبق بکش بیشتر آسان میتونید دریافت کنید یک تا کار کرده بودیم امروز هم کار کنیم. سایس و میل ما شما چند است دهی مثال میل ما شما دو است میل چی بود گفتم مقدار کج بودن خط شی به خط خط ما شما چقدر شیب داره چقدر کج است هر چه عدد کلانتر باشد چی کج بودن خط ما شما بیشتر میشه و این بی ارزش مبدا چی نا یادتان باشد گفت محور ارزها من محور وای ها را میگه محور عرض ها یعنی محور وای خط ما شما محور وای در چه نقطه قد در چه عدد قد میکنه در اینجا ارز مبدا ما شما چند است منفی است اگر دقت کنید دقیقاً در منفی یک قد دقیق کرده یعنی اگر این منفی دو بود دقیقاً از اینجا ترم شد اگر یعنی صفر باشد از این مبدا ترم میشه اگر یعنی یک باشد دقیقا باید از این نقطه یک مثبت تر شود صحیح است پس ارز مبدا را فهمیدیم چی است دیگه نه پس درس گذشته بود اما درس امروز ما شما پس درس گذشته مادلر به ما و شما میداد میگفت که چه خط گرافش رسمی که ما و شما تا نیستیم آلی دقیقا برعکس اگر چی را خط به ما و شما بده یا گفتیم به جای خط اطلاعات به ما و شما بده بگه که میل نیست و یعنی نقطه است یا یعنی دو نقطه را از خط است بعد شما معادله را نوشته کو یعنی معادله را از ما و شما میخواهید پس من پاک میکنم و آلتای دریافت معادله خط نوشته میکنم خب شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید پس دریافت معادله خط دریافت معادله خط مستقیم که همون خط نمیشتن میکنم سیست حالت اولشی میشه میل و یک نقطه یعنی چی یعنی اگر به ما و شما به جای خط اطلاعات بده بگه مایل خط شما نیسته و از این نقطه تیر میشه یا عبور میکنه گفته معادل خط نوشته کنید درست است خب حالا چه خم نوشته میکنیم دقت کن مثال ما یک مثال کار میکنه تا متوجه باشی مثال معادله خطی را بنویسید که میل آن دو یا بگیم من دو منفی دو میل آن منفی دو و از نقطه ای ما شما چند باشد؟ باشد یک و سه بگذرد یا عبور کند سه پس سوال به ما و شما به شک میته میگم معادله خطی را بنویسید که میل آن منفی دو و از نقطه A یک و سه بگذرد پس به ما شما چی داده یک تا میل داده و یک تا نقطه داده گفته چی کنین ما این معادله رو نوشته کنین خب کار نداره بسیار آسان به شک نوشته کنین دقت کنید شاگرد عزیز فرم استاندارد معادله خط به این شکل است ما داده وای مساوی است با پس mx جمع b درست است ما این سال از دو طریق برای حل کنم. یک طریق کتاب و یک طریق دیگه اردوش رو باید یاد بگیری سیست اول هر کدوم از شما در امتحان از هر کدوم نوشته کنه هیچ فرقی نمیکنه پس ما اول از طریق دیگه حل میکنیم و بعد از طریق کتاب حل اردو روش برات میگم که چه رقم کار کنی درست است خب این طریق به شکل است میگیم فرم استاندارد مدل خط به چه شکل است وای مساوی با Mx جمع بی و B را که دریافت کنیم دو عدد است که دریافت کنیم با مدل معادله نوشته میشه سیست خلاص خب ام به ما شما داده چند ام داده منفی دو گفتم میل خط چند است منفی دو پس به جای ما م... چند میمونم منفی دو پس بسیار آسان شد دیگه پس نوشتن میکنم چی وای مساوی است با منفی دو ایکس جمع بی صحیح پس تا اینجا که ایکس ما ام دریافت کردیم اما این بی میمونه اگه من بی را دریافت کنم با عنوان 5 باشه 4 باشه منفی 3 باشه هر چی باشه نوشته کنم خلاص معادله نوشته میشه اما اینی بیره چه رقم میکنم؟ این از این نقطه چه رقم از این نقطه دراف میکنم؟ دقت کنید شاگردای عزیز وقت این نقطه روی خط قرار دارد یا خط از این نقطه تر میشه عبور میکنه معنایش چی است؟ معنایش نیست که اگر ما, ما شما یک نقطه داریم میگیم که مختصات این نقطه بالای معادله صدق میکند یعنی چی؟ یعنی که اگر ما و شما این یک بریم به جای ایکس بانیم و این سه این سه وای است اول ایکس است بعد وای است یعنی به جای ایکس در معادل یک بانیم به جای وای سر را بانیم اینی مساوی باید چی باشه باید برقرار شود درست است پس ما از این نقطه استفاده میکنم، چرا مختصات این نقطه بالای خط صدق میکنه یا مساوی رو برقرار میکنه به خاطر که نقطه بالای خط قرار دارد یا خط از نقطه عبور میکنه یا میگذرد سیست اگر یک نقطه دیگه باشه که خط از بالا از عبور نکنه یا از او تر نشوه خب مختصاتش فرق نمیکنه سیس مسایل برقرار نمیکنه پس چون این نقطه بالای خط قرار دارد پس مختصاتش باید بالای معادله خط چی باشد تصاویره برقرار کنه سیس پس از این نقطه استفاده میکنه پس من برم دهمی معادله به جای x یک میمونم به جای y سر میمونم تساوی 100 درصد باید چی باشه برقرار باشه وقتی مدن بی دریافت میشه سیس <تصفح> پس ما چی میکنم از همین نکته استفاده میکنم پس نکته به این شکل است که این ما و شما چند است یک و سه است چون بالای, نو... بالای خط قرار داره پس ما از این استفاده میکنم پس میشه چی <تصفح> مدل ما و شما از وای مساوی است و منفی دو ایکس جمع بی به جای وایش اینی سه را میمانم پس سه مساوی است با منفی دو به جای ایکس اینی یک میمانم زبدر یک جمع بی درست است؟ خب حالا یک معادله سه مساوی است با دو ضرب در یک میشه منفی دو سه است. پس منفی دو جمع بی سه است حالا یک معادله است منفی دو رو دایبر انتقال بده میشه مثبت دو پس میشه سه جمع دو مساوی است با بی پس بی سه جمع دو چند میشه پنج میشه پس بی ما و شما مساوی است با پنج سه است. پس بی ما و شما تانستیم دریافت کنیم پس من میمونم دایی میمونم پس در نتیجه پس در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه مده بالا نوشتن میکنه نتیجه نتیجهش در اینجا نوشتن میکنه پس وای مساوی با منفی دو اکس منفی دو اکس بیما شما چند شد؟ پنج مثبت یعنی مثبت پنج سایست؟ پس اینه چی شد؟ اینه شد معادله خط که سوال از ما و شما خواسته پس مثال معادله خط را بنویسید که میل آن منفی دو و از نقطه یک و سه بگذرد یا عبور کند گفتیم که میل با ما و شما داده چکار میکنیم؟ فرم استاندارد به این شکل است وای مسایست است با ایم بی یعنی ام و بی را با ما و شما دریافت داری کنیم خب میل با ما و شما داده منفی خود سوال داده منفی رو کردم درست است منفی دو ایکس جمع بی خب و از نقطه چی استفاده کردم گفتم چون نقطه بالای خط قرار دارد پس مختصات نقطه باید در معادله خط صدق کند یعنی چی یعنی را برقرار کنه یعنی بجای جای ایکس این یعنی نقطه یک میمانم به جای وای هم یعنی سر هم میمانم باید 100 فیصد تصاویر برقرار شود هر که ماندم بی دراف شد بی چند شد پنج شد پس بیرم به جای بی پنج نوشته پس شد وای مفایی سوا منفی دو اکس جمع پنج پس این چی است؟ این رای که در کتاب نیست یک تاریخ دیگه است اما در تاریخ کتاب من رکار میکنم این سوال سه است پس فاهم دیچه رقم شد دیگه این را بسیار آسانتر از رای کتاب است پس شاگرده عزیز و گرامی دقت کنید ما شما میتونیم چی معادل خطی که به ما و شما میل و یک نقطه داده باشد میتونیم دریافت کنیم درست است پس من همین جواب پاک میکنم و از طریق دوم علم میکنم امی سوال است از دیگه طریق طریق کتاب با ما و شما گفته پس من تختر پاک کنم یعنی جواب پاک میکنم فقط جواب آخر میمانم باشه وای مسایی تو منفی دو ایکس جمع پنج که ببینید دقیقا باید به می برسیم نه از طریق کتاب کار میکنیم باید به می برسیم خب اما از طریق کتاب اگر کار کنیم شاگرد از دقت کنید این هم رای بسیار خوب است رای سختی نیست برای کار کنیم ما شما این فروم باید در ذهن خود داشته باشیم وای مساویست وای منفی وای یک مساویست با ام در x منفی x یک این فرمول با در خود داشته باشیم صحیح است؟ خب x یک و وای یک چی است؟ دقیقا x یک و وای یک امین نقطه که به ما و شما داده پس x یک است و این وای 1 همون نقطه که به ما و شما داده و این هم که همون ام هست مایل ما شما ام است دیگه صحیح پس در این فرمول می می‌کنیم. قیمت گذاری کنید پس میشه چی این وای خودش وای منفی وای که ما و شما چند است سی است دقت کن وای که این منفی از خود فرمول است یعنی سر ما میمانم مساوی است با این مایل ما و شما چند است منفی دو پس منفی دو قوس باز میکنم x منفی ایکس این ایکس خودش این منفی از خود فرمول ایکس یک ما شما چند است ایکس یک ما و شما یک است حالا این رو بعد اختصار کنیم فقط باید اختصار کنیم این دو باید هم در ایکس ضرب شوه هم در منفی یک ضرب شوه صحیح است پس وای منفی سه مساوی است با منفی دو در ایکس میشه منفی دو ایکس منفی دو در منفی یک. منفی در منفی مثبت دو یک دو حال یک معادل است منفی سر دوار انتقال بده پس وای مساوی است با منفی دو ایکس جمع دو این منفی سه بار با انتقال بده میشه مثبت سه این دو با سه چند میشه پنج میشه پس وای مساوی است با منفی دو ایکس جمع پنج سیست پس اینی دقیقا امو جوابی است که ما و شما در دا اونجا دریافت کرده بودیم چند شد؟ وای مسایس و منفی دو ایکس جمع پنج وای مسایست و منفی دو ایکس جمع پنج سیست. پس از هر طریق حل کنه فرق نمی کنه از این طریق حل کنه اینی فرمول باید در ذهن خود داشته باشه وای منفی وای یک مسایست با ام قوس باز بکنه داخل قوس ایکس منفی ایکس یک سیست که x و y یک چی است دقیقاً مختصات همون نقطه‌ای که دما و شما داده خود سوال و این ام چی است همون میل خط است سیست پس چه از طریق کار کنی؟ چه از طریق قبل فرقی نمیکنه جواب یک تا میشه یکی میشه درست است خب پس شاگردای عزیز دریافت در معادله خط حالت الف میل و یک نقطه بسیار مهم است فهمید چی رقم شد دیگه نه خب پس چی مایل و یک نقطه را که با ما و شما داده باشه ما از دو طریق گفتیم میتونیم جواب دریافت کنیم هیچ فرق نمیکنه هر کدام استفاده کنید صحیح است دریافت معادله خط مستقیم که حالت مایل و یک نقطه را گفتیم که از دو طریق هم برای دیاد دادم که بتونید دریافت کنید درست است از هر کدام دریافت کنیم فرق نمی کنی. جواب یکی میشه پس مایل را تیک مارک میکنم پس اینو ما و شما خواندیم درست است اما عنوان دوم ما و شما چی دریافت معادله خط مستقیم حالت دو نقطه که اگر به ما و شما دفعه مایل نداده باشه فقط دو نقطه داده باشه چیکار میکنیم اول میای ما و شما خود فرمول داریم دیگه نه اگر دو نقطه از خط داشته باشه ما میتونیم مایل اول دریافت کنیم خب ما و شما اول میریم میل دریافت میکنیم حال که مایل داریم دو نقطه هم داریم هر کدوم از نقاط بگیری فرق نمیکنه من دقیقا دقیقاً مثل مثل حالت اول میشه میل و یک نقطه میشه دیگه پس اگر دو نقطه به ما و شما داده باشه ما اول با چی کنیم دریافت کنیم خود ما چیه؟ فرمولش داریم دیگه فرمول میل دریافت میکنیم از دو نقطه حالی که میل داریم دو نقطه هم داریم هر کدوم از نقاط بگیری فرقی نمیکنه درست است پس بریم سر تخته ما یک مثال از این حالت هم برای شما کار کنم درست است پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز پس دریافت معادله خط مستقیم حالت دو نقطه درست است پس دریافت خط مستقیم حالت دو نقطه پس من نوشته کنم دریافت معادله خط حالت دو نقطه درست است دو... یا ب نام حالت ب دوم است دیگه حالت الف نمیشه حالت ب نوشتن میکنیم صحیح حالت ب پس میشه چی دو نقطه اگر با ما و شما دو نقطه از خط داده باشد بگه که چی کنین دریافت کنین معادله خطه ما یک مثال کار میکنم با توجه به مثال تشریح میکنم که به چه شکل میشه صحیح؟ پس مثال معادله خطی را دریافت کنید معادله خطی را بنویسید که از نقاط دقت کنید ای ما و شما باشد چند منفی یک و سه و بی ما و شما باشد چند به عنوان مثال دو و دو و چار دو و پنج بگیم سیست دو و دو و شش بخیم دو و شش بگذرد یا عبور کند سیست خب شاگرده از دقت کنید پس مثال با ما و شما بهش گفته معادله خط مستقیم را بنویسید و دریافت کنید که از نقاط ای ما و شما منفی یک و سه بی ما و شما دو و 6 بگذرد یا عبور کند درست است خب گفتیم که برای از چی کنیم باید اول بریم اول بریم میل خط دریافت کنیم خب ما و شما دو نقطه از خط داریم در فای گذشته ما و شما دو نقطه از خطا داشته باشیم میتونیم میل دریافت کنیم دیگه نه گفتیم فرق نمیکنه هر کدام از این خ... نقاط x1 و y1 میمونیم دیگه x2 و y2 میمونیم سه است فرق نمیکنه ما این x1 میگیریم x1 این را y1 این x2 و این را y2 سه است میریم میل دریافت میکنیم اول پس میل میل ما و شما m ما و شما چی بود به بود بود y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 خب ما ام شما ام اول دریافت کنیم ام چی میشه ام ما شما مساوی است با خط کسری وای ما و شما چند است وای ما و شما 6 است پس 6 یعنی منفی از خود فرمول وای یک ما و شما چند است وای یک ما و شما 3 است پس 6 منفی 3 میشه اما در مخرج x2 منفی x1 x2 ما و شما 2 است این منفی از خود فرمول منفی دقت کن حال ایکس یک ایکس یک ما و شما منفی یک پس داخل قوس منفی پس یک نوشته پس اگر اختصار کنیم شش منفی سه میشه سه مثبت دو منفی منفی یک منفی در منفی میشه مثبت فیست اینی مثبت میشه حال دو با مثبت یک میشه سه فیست پس سه بر سه چند میشه یک میشه پس مایل ما و شما دریافت کردیم یک درست هست. پس میل دریافت کردیم خب عالی مایل داریم یک نقطه از خط هم داریم این نقطه یا این نقطه هیچ فرقی نمیکنه هر کدومش بگیری فرق نمیکنه صحیح پس میتونیم معادله خط مثل حالت اول که یک مایل و یک نقطه داشتیم دریافت کنیم درست است و دو طریق هم داشتیم دیدین دیگه نه از هر طریق کار کنی فرق نمیکنه ما از طریق کتاب کار میکنم طریق کتاب بچی یک بود دی فرمول در زن بعد باشه وای منفی وای یک مساوی با ام ای در ایکس منفی ایکس یک صحیح خب عالی وای خودش نوشته میکنه وای منفی وای یک چی است وای یک ما و شما سه است پس وای منفی سه مساوی است ما و شما دریافت کردیم چند یک دریافت کردیم یک قوس باز میکنه داخلش ایکس منفی ایکس یک ایکس خودش منفی از خود فرمول ایکس یک ایکس یک ما و شما منفی یک است پس میشه داخل قوس منفی یک فکرتون باشه این منفی ها را از پیش غلط نشوه خب ببینید منفی در منفی میشه مثبت یک سه است یعنی یک باید در کلش ضرب شود پس وای منفی سه مساوی است با یک در ضرب شوا میشه x و یک در مثبت یک ضرب شوا میشه چی مثبت یک حال منفی سر دو انتقال بده پس وای ما و شما مساوی است با x مثبت یک منفی سر انتقال داده شوا میشه مثبت سه پس در نتیجه جواب آخر در اینجا نوشتم میکنم پس وای مساوی است با x جمع چهار سه است پس x جمع چهار پس این چی شد معادله خطی که از ما و شما خواسته سیس پس هم حالت دوم حالت دوم چی میگه اگر دو نقطه به ما و شما داده باشه از خط داده باشه ما و شما اول میریم میلش دریافت میکنیم سیس میل که دریافت کردیم بعد نظر به حالت اول میشه دیگه مایل داریم دو نقطه داله ایره بگیرید تو یا ایره بگیرید چه فرقی نمیکنه درست است دو طریق هم داشه. ما از طریق کتاب رفتم نه این فرمول باید ذهنت باشه اما از طریق دیگه که ما گفتم گفتیم از طریق کتاب نیست او به شکل دیگه بود و او هم آسان بود دیگه نه او گفتیم میل ما و شما خود داره در دا فرم استاندارد به جای ام یک میمانه و عالی از این نقطه چون تر میشه عبور میکنه مختصاد این نقطه باید بالای معادل خط چیه شوه تصاویر برقرار کنه پس میره به جای اکسش منفی اک به جای سر میمانه یا ای یا ای فرق نمیکنه و بی دریافت میشه بی را نوشتن میکنه دقیقا به می میرسیم سعیست؟ پس اردو را سعیسته فرق نمیکنه از کدام کار کنیم خب. شاگردای عزیز ممکن است این نکته رو برات بگم بعد درس ما و شما خلاص میشه دقت کنید ممکن است سوال با ما و شما به شک بده من در این پایین کار میکنم بسیار نکته بسیار نکته آسانی است با بجای که با ما و شما بگه از دو نقطه تر شوه ممکن است با ما و شما شکل بده در کتاب شده در کارخانگی باشه به شک شکل بده بگه که خط ما و شما انتی تیر این تر میشه صحیح است یعنی سیستم کمیات وضعیه گفته این نقطه باشد دو صحیح این نقطه باشد دای نقطه این نقطه, نقطه در محور وای دو باشد و در محور x باشد سیست بگه که معادل این خط نویشته کو. خب این هم دقیقا نف این حالت دوم است دو نقطه رو به و شما داده خب فقط دو سه نوشته کده ولی شما میفهمی مختصات این نقطه نقطه که دو این نقطه, نقطه چی ای چی ای است x اش صفر است وای دو است روی چون روی محور وای هاست نقاطی روی محور وای باشد x اش صفر است کلیش پس این نقطه میشه صفر دو و این نقطه که روی محور ایکس هاست است. ای روی محور ایکس پس xش میشه سه و وایش میشه سفر است. پس نقطه که روی محور ایکس هست؟ وایش است پس میشه دو سه و سفر دقیقا مثل این میشه ایکس یک یک دو وای اک 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 دو حال فرق نمیکنه. یک وای یک دو بگیر وای دو یا برعکس یک یا دو بگیر سیست پس اگر به شکل شما میتونیم از این حالت دوم دریافت میشه درست است خوبی آسان است. خودتان کار خب شاگرده عزیز و گرامی پس دریافت معادل خط مستقیم حالت دو نقطه کار کردیم بیان بسیار آسان بود درست است پس من ایرم تیک مارک میکنم پس هم خلاص شد اما بحث مهم و شیرین کار خانگی کار خانگی تمرین ها صفحه چند تمرین های صفحه افتاد و 72 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم که دیگه کلتان از بر دارین سیست 2964 780 255 40 13 درست است پایان درس چهارم از فصل سوم شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک می سپارو.